من یک بار دیگه هم این رو اعلام میکنم، این تندیسی است که برای این دور از کمپینمون فصل تسلیم نشو آماده کردیم. قیمتش 200 دلار آمریکایی است، 5000 تا بیشتر تولید نمیشه. در ازاش ما دو تا دونه معتر قرعه کشی میکنیم و بین دوستانی که این لوگو رو تهیه کردن هدیه میدیم. یکیش همین معتری که توی نمایشگاه ژنو شرکت کرده و یکیش معتری که از دل این خط تولید میاد بیرون. تمام پولی هم که کمک میشه برای این هست که ما اینجا ماشینری وارد کنیم و تولید بکنیم تو افغانستان، هم سوا و هم خرما. هر کسی میخواد تهیه کنه، شماره تلفن تو قسمت کال تیک تاک هست، از اونجا میتونن که ارتباط بگیرن. اگه یعنی یه نفری که اینجا مثلا مادر یا خواهر آدم دعوا میزنه، برام سوالی که اگه تو برخورد رو در رو مثلا با هم برخورد کنیم، بازم واقعا شهامت این رو داره که چش تو چش نگاه کنه و مثلا مادر خواهر ما رو دعوا بزنه؟ این برام سواله. یعنی اونطور آدمی داریم که اینقدر شهامت و جرأت داشته باشه؟ اگه اینطوریه که کلش را دعوت کنیم، چی مردا ما مطمئن هستم پیشوریتان باور کنین این رقم نیستن. من نمیفهم چرا امی کسا یک دام میزنه باور کده شخصی آدم ببینه بسیار احترام میکنه، بسیار خوشم میشه که من فلانی جان دیدم یک عکس هم کدت میگیره، ولی نمیفهم چرا در تیک تاک دعو باز میزنه. یعنی حت من اون تاک که چی میگه و زهر خدا پاش نتن آرام نمیشن، مریض هستن. چی بگم والا؟ خب حالا من از برش کنیم از این گفا بگذاریم. من یه بار دیگه هم اعلام کنم، دوستانی که علاقه دارن، این تندیس یک جور یه جور ادای احترام هست به دوستانی که کمک کردن چه قبل چه تو این دوره و باز میخوان که افتخار آفرینی ادامه داشته باشه. ما دانش فنیش رو داریم، همین ساختن همین لوگو از آلومینیوم کار ساده ای نیست، واقعا ساختن این درم کار ساده ای نیست. ما به پاس احترام و قدردانی هر کس که این لوگو تهیه کنه، 5000 تا بیشتر تولید نمیشه. دو تا دونه موتر، یکیش رو همین الان ساخته داریم، یکیش هم در پایان این مسیر یک ساله میسازیم و تحفه میدیم به دوستانی که این رو تهیه میکنن. شماره تلفن ما تو کال تیک تاک هست، از اون طریق میتونین تماس بگیرین. شخصا بنده پاسخگو هستم، در خدمتتون هستم. حالا چیکار کنیم خانم الماس؟ حالا گیم هم نیست در مورد چه مسئله صحبت کنیم، از این گپ بگذاریم. کسی درخواست کرد از دیشب قبال از لایف دیشب ما تا فعلا کسی درخواست کرد که میخوان بخرن یا چطو؟ بله یاد فرستادم دیروز، چون چیز بوده، چون ویکند بود نتونسته بودن بفرستن، از طریق حواله میفرستادن. تو طول امروز از سر شب تا حالا تو 4 ساعت تقریبا 6-7 دونش رو موفق شدیم که بفروشیم. اگه ما بتونیم شبانه روزی 20 تا بفروشیم از برنامه عقب نمیفتیم. بازم اشکال نداره. ما الان چجوری براتون میگم، 30000 دلار ما نیاز داریم برای خرید سیستم جمپین پشت سر و پیش رو که بیاریم تو افغانستان و بتونیم مهندسی معکوسش بکنیم. اون از اون و 30000 دلار دیگه تقریبا یه دونه ماشینی هست که ما تو افغانستان کمبود داریم. یه ماشین اینجا هست توی سنگبوری با 7-8000 دلار ما میتونیم اون هدش رو عوض کنیم، اونو پنج محوره بکنیم، ولی اون یه جورایی شف دولتی هست اون کارخونه. دوباره ما میریم تو اون سیستم دولتی و بیرون اومدن از اون با خداست دیگه، علاقه نداریم اون کارو بکنیم. یعنی ما اگه بتونیم همون 60000 دلار هم که تامین بکنیم، ما دیگه کامل میتونیم بریم وارد تولید بشیم تا شاسی و کل سیستم جمپین رو درست کنیم. کل 5 لک دلار هم لازم نیست دفعتن، امون هم میشه چند تا لوگو؟ 600 تا لوگو. یعنی از 600 تا لوگو تقریبا الان 20 تاشو فروختیم. 600 به 600 تا که بتونیم برسیم، تا کی که برسیم، مثلا یه 2 ماه 3 ماه دیگه، ماهی 300 دانه، روزی 10 دانه هم که ما بتونیم بفروشیم، باز کارمون شروع میشه. بعد خدا بزرگه دیگه، راه باز میشه برای اینکه ما بتونیم فکرای بهتر بکنیم. الان با 1000 دلاری که داشتیم، 1100 دلار تونستیم یک همچین فکری بکنیم. الان 20 دونش تقریبا 4000 دلار درآمد داشته تو 2 روز، خیلی خوبه. میریم جلوتر، دوباره پول میاد، میتونیم فکرای جدید بکنیم. امید به خدا دیگه، ببینیم چی پیش میاد. فروش خوبی داشته، اونجوری که فکر میکردیم نبوده، ولی خب 2 قدم پیش 1 قدم پس رو به جلو هستیم تا اینکه فرجی حاصل بشه ببینیم چی میشه. به هر حال زور ملت زور خدا دیگه.
بله و اما بازم پیشنهاد میکنم بیشتر اگر از طریق اینستاگرام، چون اونجا دوستا بسیار میخرن و هر چیزی که شما در استوری بگذارین همی تندیس هم اگر دستوری بانین و برشان که کمک نشته کنین بیشتر پیدا میشه مردم که میخواین حمایت کنن بخرن. گفتم انسانایی که در تیک تاک هست تا انسانایی که در اینستاگرام هست کاملا فرق میکنه. یک دفعه ترای کنین یا سبا شو در اینستاگرام لایف شو این روزا جان با شما تفاوت احساس میکنین کجا چه قسم انسان است و در اینجا چه قسم انسان است. گفتم اونجا اکانت فیک و قدر زیاد نیست چون هر کس به عکس خود با پروفایل خود می انسان و صحبت میکنه، ولی در تیک تاک دیگه اکانت های فیک است. ما نمیتونیم پشت کی را بگیریم کی است چی میگه. همی کسایی که توهین میکنه یا نقد میکنه یا انتقاد میکنه بیشترشون عکس خودشان نیستن، اکانت های فیک هستن، پس ما او رو نمیتونیم جلوش بگیریم. دیگه از طریق اینستاگرام هم اگر شما پیش برین بسیار خوب میشه رضا جان، چون تیک تاک گیم است و گیم شما استاپ کردین. به نظر من هر چقدر بیشتر در تیک تاک شما لایف بیاین اما قدر اذیت میشین. یه مشکلی که هست اینه که البته مشکلم نه، خب چرا علاوه یه مقداری برای تولید کننده ها الان مشکل شده. دلار تو افغانستان توی یک اقدام عجیب که باید یعنی واقعا نوبل اقتصاد داده بشه به باعث و بانیش، تو افغانستان دلار تا 60 و تا 65 هم رسیده، همون 60 تا 66 روپه هم اومده پایین. من نمیدونم شما چند سال افغانستان نبودین، ولی دلار یه زمان روی 72 بود و 6 سال پیش رفت رسید تا 87 و اینجا رسید، بعد اوایل تحولات تا 120 و اینا رفت. من نگران نبودم که دلار مثلا برسه به 1000 افغانی هر یه دونش، ولی الان سیر نزولی داشته رسیده به نزدیک 66 روپه و اینا، مسیری رو پیش گرفته که تا برسه به 50 افغانی. 50 افغانی زمان رئیس جمهور کرزی به اونجا که برسه در نگاه اول به نظر خوب میرسه، مردم احساس کنن که آرد و اینها ارزون میشه، آرد و روغن ارزون میشه، ولی اینطوری نیست، چون تولید کننده الان داره به افغانی به دلار تولیدش به افغانی است، یعنی با کارگرایناش به افغانی دیل میکنه، اون وقت اصلا تولید کننده ها نابود میشن. خلاصه این برای ما خیلی سخت است. و از اون طرف تو ایران برعکس هست، خیلی ارزش ریال پایین هست، بیشتر کسایی که تو اینستاگرام هستن از ایران هستن. این ما به افغانی خیلی گرون داریم تولید میکنیم و میخوایم به دلار خیلی گرون حالا توی ایران بفروشیم، این اصلا امکان پذیر نیست. این مشکل هست، ولی باید بریم امتحان بکنیم، حتما امتحان بکنیم ببینیم به چه شکل میشه. ولی اینستاگرام خیلی کامنت مثبت چه هم از طرف افغان ها چه هم از طرف ایرانی ها هم اتفاقا هست، اونجا خیلی فضا متفاوتی هست. حالا باید امتحان بکنیم فردا شب ببینیم به چه شکل میشه. امتحان کنین، من مطمئن هستم از طریق بسیار خریدار هم بسیار پیدا میشه و بسیار کمک هم میشه در این کار تن. من رضا جان یک بار امتحانش کنین دیگه دیگه ناراحت نباشه جان. والا به خاطر کار خودمون ناراحت، من از اول زندگی از اون موقعی که یادم میاد یه موقعی به خاطر گوشا مسخره میشدم، یه موقعی به خاطر قدم مسخره میشدم، یه موقعی به خاطر ملیتم، یه موقعی به خاطر هویتم. بعد یه ذره بزرگتر شدیم، ایرانی ها میگفتن رضای افغان، افغان ها میگفتن رضای ایرانی، کلنی وسط هر کسی که میرسید ریشخند و مسخره. و این کارم که اومدیم گفتیم من برمیگردم افغانستان میرم وطنمو بسازم، چقدر تو ایران به ما خندیدن. بعد اینجا که اومدیم گفتیم اومدم وطنمو بسازم موتر تولید کنم، چقدر اینجا به ما خندیدن. عادت کردم از اون لحاظ، عادت کردم، ولی دعو دشمن بار اولمه که اینطور دعو دشمن به خواهر و مادر و اینا میشتم. این یه ذره که چرت کنم خیلی اوار کنم لحظه قلبم درد میکنه. یکی دیگه این که این ناراحتم کنه، یکی دیگه این که نسل جدید اینی که میاد دعوت داشت میده این سواد داره، این وحشتناکه، این وحشتناکه. او آدمی که تونسته لایف رو باور بکنیم، ما تو بیایم لایف دو سه روز ما کورس آموزشی داشتیم تا چطوری این تیک تاک و ورژنش رو دانلود بکنیم که گزینه لایف رو داشته باشه، بعد ما چجوری بیاییم داخل لایو و چی کار باید بکنیم و کدوم دکمه رو بزنیم. اون کسی که تونسته تا اینجا بیاد و اینترنت فعال کنه و موبایل هوشمند میفهمه چی و سواد داره که دعوت داشته، اون سواد داره، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای از آن روزی که بگندد نمک. آدم با سواد که میاد اینطوری دعوت داشته میده دیگه، اون موقع است که باید بترسی. روزا جان یک
چیز است، چون شما بسیار سانسور دوست ندارین و هر چیز را بسیار دوست دارین، واضح گفته شود نظر به او دلیل. یک ویدیو امروز مرا منشن کردن که از قسمت های گپ شما کات شده و بسیاری کسایی که حمایت کرده بودن ناراحت شدن که یکشان هم فیلن در لایف ما هستن. ما مطمئن هستم که شما منظور بدی نداشتین در ویدیو کمی جه هستن. ما میرم میخوایم پلی کنم و دوستا ببینن بر من منشن هم مرا منشان کردن و من مطمئن هستم که رضا جان منظورشان او نیست که از کسایی را که خدا نخواسته کسایی که حمایت کرده اونا را به حرمتی بکنن یا چطور. خود مردم را میبینین که کد ما میخوایم خود رضا جان در این قسمت امیر کلیار بسازن که باشن ما براتان پلیش کنم. مرا منشان کرده بودن این ویدیو شما بود چی گفتم؟ همین لوچک و لندقه رو ایناش اومدن داخل تیک تاک 73,000 دلار به ما کمک کردن. آها خب من دارم همینو میگم، من دارم میگم اجازه بدید خانم الماس بین المللی مترجمه که همه با عکساش افتخار میکنن، همینا کمک کردن به رقم افغانستان جان افغانا پی اس همین فقط هم قدر که امیر چقدر غیر مهم حمایت کردن امیر فکر میکنم که اینا جور کردن یا کات کردن امیر میشه که شما کلیپ سنتون بگیرید. نه یه نفری اومد گفت که با لوچک و لندغر شما میرید لایف، منظورش این بود که مثلا ببخش خانم الماس اینطوری میگم، ببخش خانم الماس اینطوری میگم، ببخش خانم الماس اینطوری میگم، یه سری استیکر دارن تعدادش هم محدوده، نمیدونم فاحشه، لوچک، کولابی، نمیدونم نسل فلان، نمیدونم تازی فلان فلان، یه سری استیکرهای اینجوری دارن، بعد خودشون رو چیکار میکنن؟ هیچ کسی تو افغانستان نمیخواد نفر دوم باشه، یه جبهه جدید درست میکنن، جبهه نمیدونم فلان مثلا یا نمیدونم انجمن فلان یا فلان، بعد میاد میگه من نفر اول اولین کسی هستم که سینه سپر کردم خط اول مثلا وایسادم، من نمیدونم دانشمند و متفکر و اینا، بعد اون استیکر لوچک و فاحشه و لندغه رو اینا رو میزنن به بقیه کسا که خودشون بشن اول. من میگم همین کسایی که شما این استیکرها رو بهشون میزن میگی لوچک و فاحشه و لندغه رو نمیدونم فلان و فلان و فلان اینا، پس چرا ما تو صحنه اول چیز دیگه ای میبینیم؟ شبانه روز وایستادن این مردم ها هم پول کمک کردن، هم زمانشون رو گذاشتن، هم آبروشون رو گذاشتن، همه چی رو گذاشتن. تویی که الان دکتر و دانشمند و پروفسور و نمیدونم خط اول و تئوریسین و سیاستمدار و تحلیلگر و ژورنالیست هستی، تو چرا کمک نمیکنی؟ بله من منظور منظور من این بوده، منظور من این بوده که ما تو افغانستان برمی‌داریم شروع می‌کنیم مردم‌ها رو به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌کنیم، یه عده رو می‌گیم لوچک، یه عده رو می‌گیم لندغر، یه عده رو می‌گیم نمی‌دونم فلان، یه عده رو می‌گیم فلان. خب خاکی افغان شد الان اگه ما یه عده رو به اسم لوچک رد کنیم، یه عده رو به اسم لندغر رد کنیم، یه عده رو نمی‌دونم به اسم فاحشه رد کنیم، یه عده رو به اسم نمی‌دونم تازی رد کنیم، یه عده رو به اسم نمی‌دونم کوچی رد کنیم، کی میمونه تو افغانستان؟ من موندم کی میمونه پس؟ بله همین بود منظور شما و من فقط همون قسمت اینا کات کردن و او رو بسیار کلان جور شده و بیشتری کسایی که مایت کرده بودن ناراحت شدن. خدا کنه جواب سوال تا نگرفته باشین نکزال عزیز کمجه نشته کردین و دیگه دوستا و کسایی که من منشان کرده بودین در ویدیو جواب تا خدا کنه گرفته باشین. چیه که والا این داستان دقیقا برمیگرده به 20 سال پیش، 20-25 سال پیش زمان جنگ های جهادی، این روشنفکر ها اومده بودن به مجاهدینی که می جنگیدن گفته بودن که شماها مثلا یه مشت لوچک و لندغه رو دزد و جمع کردین و میگین که ما فلان میکنیم و اینطور میکنیم و اونطور میکنیم. این نفر همونجا تفنگ رو میگیره از یکی از اون آدمایی که باش بودن و میده بهش میگه بیا تو دکتر تو بگیر، اونم جبهه اونم خط اول، بیا بگیر استاد. چون این نفر همونجا جام میمونه دوباره سلاح پس میگیره میده میگه خیتو که استاد نمیشی من با هم یه نفر میگیرم و گپ خلاص دیگه. اگه چیز دیگه ای برای گفتن داری که خوب، اگه نه که دکتر صاحب خیر ببینی تشکر، ما بذار که به کارمون برسیم. الان هم داستان همینطوریه، ما اینجا یه عالمه دکتر و انجینر و دانشمند و مغز متفکر و تئوریسین و ژورنالیست داریم که فقط اینا خوبن. من نمیدونم خانم الماس چجوریه که همزمان هم شما بدی هم من بدم، یعنی همه بدن فقط همون یه نفر خوبه.
همه بعدم فقط همون یه نفر خوبه. این یه ذره تو دنیای واقعی اینطوری نمیتونه اتفاق بیفته، چون من از یه کتگوری دیگه هم، شما از یه کتگوری دیگه، یه نفر یه کار، چطوری میشه که هممون از کتگوری مختلف همه با هم بدیم فقط اون آدم خوبه؟ اینطوری که نمیشه. اگه ما بخوایم که آدما رو به این شکل اسم بزنیم بعد از خودمون دور کنیم، کسی باقی نمیمونه، کسی باقی نمیمونه. بله، تشکر از جان امیرم. سوال کرده بودن دوتا و جواب خدا نگرفتن. نه سانسور من به هیچ وجه از سانسور خوشم نمیاد. تلویزیون طلوع هم خدا خیرش بده یه جا تو برنامه برگشت گفت که شما الگوی جوان ها هستیم. من اونجا خیلی سریع صحبت های مجری برنامه رو قطع کردم، گفتم نه بیادر، اصلا این اشتباه است، من الگو نیستم، من صرفا تو یه کار خوبم و تو همون یه کار میتونم به مردم افغانستان میگم که این یتیکه رو من میتونم پیش ببرم. توی همون یه قسمت از من انتظار داشته باشن، تو اون یه قسمت سعی کنن الگو بگیرن. در بقیه کل زندگی قهرمان ساختن و اینجور چیزا اشتباس، ولی متاسفانه اون قسمت رو اون دوستان کات کردن و اونجایی که میگه که الگو افغانستان هستید بعد از من هیچ صدایی در نمیاد، در صورتی که من گفتم اصلا و ابدا اینطوری نیست، من صرفا تو یه کار خوبم، همین موتر رو تونستم، توی طراحی موتر من خوبم، توی بقیه گزینه‌های توی بقیه حوزه‌های زندگی من مشکلات عدیده. یه آدم عقده‌ای به هر حال یه سری مشکلات روانی رو با خودش تا آخر عمرش حمل میکنه. شاید عقده هامون بوده که ما رو این چیز ساخته تونستیم این کار بکنیم. عقده ای گاهن مشکلات عقده ها هست، مشکلات مهاجرت، آدم تو مهاجرت نمیتونه طبیعی رشد کنه، متوجه چی میگم؟ یه سری برام مشکلات روی اینا پیش میاد، بعد میان از آدم یه بوت میسازن، بعدن یه قسمت یه روز ممکنه یه چیزی از آدم ببینن که در مغایرت با اون قهرمان ذهنی باشه که ساختن، بعدن راحت میشن. من همینجا دارم یه بار دیگه به مردم میگم ما نه قهرمانیم نه چیزیم نه الگوییم، فقط صرفا تو یه کار ما خوب بودیم. توی همون یه کار از من آزمون بگیرین، اگه نمره قبولی گرفتم با من مدارا کنین، من میشم وطندار شما. همینطور شما خانم الماس لازم نیست که حتما 100 رو پر کنی بین مردم. شما یه نفری که تو پوانتون 60 نمره رو بگیره، نمیدونم حالا تپ به چه شکل هست، یه نفری 60 نمره رو که پره کنه میکننش دکتر مغز، میکننش دکتر قلب، اجازه میدن میره کلی وای میسه کار یاد میگیره. توی تپ وقتی میشه یه نفر با 60 نمره قبول کرد، چرا توی گزینه های دیگه نشد؟ اینطوری جامعه رو صفر و صدی کردن که یه نفر حتما باید علامه باشه. من خیلی تلاش کردم که بهترین چیزی که میتونیم رو ارائه بکنیم توی همه زمینه ها، ولی بازم دیدم که نه، اون دید صفر و صدی زارن توی فرهنگ ما هست. حتما از یه نفر یه قهرمان عجیب غریب میسازن که حالا تو اگه همه صد رو پر نکنی شما متهمی به خیانت، متهمی به هزار یک چیز دیگه. با این طرز فکر خیلی سخته رسیدن به تکامل. ما انتظار کنفیکون داریم دیگه، میگن خلقت خدا به این شکل است که خلقت ما تدریجی است، تحقیقی است، ولی خلقت خدا کنفیکون میگه باش هست. مردم فکر کنم انتظار یک همچین چیزی دارن که ما بگیم باش و اون بشه. همچین چیزی اصلا از عهده بشر بیرون هست. من محمدرضا احمدی کی باشم؟ ولی اشکال نداره، اینم یک درس جامعه شناسی است. آدم میتونه که بهتر جامعه‌ای که توش زندگی میکنه رو، دینامیکش رو بفهمه و اگه حالا یک جای مشکل هست میتونه بفهمی که خود دقیقا مشکل چی هست، حالا بگردیم دنبال راه حلش. من فکر کنم اصلا اینطوری باشه، ولی خب پس به هر حال این مشکل تو افغانستان هست. بیشتر سوال تن من جواب شه داد برتن. مثلا من دور نمیرم، خودم مثال میتم. مثلا بر من در تیک تاک متاسفانه میگن یک فاحشه است، چون که در تیک تاک است. و این سوال از رضا جان شده بود که چطور که یک آدم فاحشه و لندغر و بیبندبار لایف میری، و در جوابش رسو جان گفته بود که همی فایشه یا همی لندغر همی بیبندبار ما را حمایت کرد و او ویدیو را یا ما را حمایت کرد. اونو ویدیو را اونو قسمت شکت کردن که من خودم مثال دادم که خدا کنه که مثال ما بسیار واضح بوده باشه که همی سوال همی گفتن چطور کتادمان تو لایف. بله، و این سوال شده بود که چطور که آدمای لندغر و لچک و با مزرعه فایشه و چی خودت لایف میری. باز رضا جان در جواب گفته بود که امی لندغر و امی لچک و امی فایشه که شما میگین امی ها کسایی بودن که ما را حمایت کردن.
اینی جوابش بود. بازو سوال کرد نکرد تمام ما نیست قسمت شرکت هیچ. کردن. آره و ما هیچ بدی ندیدیم. الان یه نفر مثلا اگه میگه لندغر یا مثلا میگه فلان، پس چرا ما نمیبینیم بیادر؟ پس چرا ما نمیبینیم؟ یه دونه هنرمندمون رو، من چند شب پیش زیر لایف شما بودم، یه هنرمندمون که ظاهرا تئاتر کار میکرد و یه سبک خیلی جالب، یعنی یه سبک ویژه من تا حالا ندیده بودم، ابداع کرده بودن به شکل یک ربات و برای هر گیفت تیک تاک، مثل اینکه تیک تاک یک گل اگه میخواد نشون بده یا یه شیر رو نشون میده، اونو انیمیشن سبودی کرده، احساس توش داخل کرده. این برادرمون، من یک ساعت لایو شما رو میدیدم تو اون فضای بسته، خیلی گرم میشه وقتی شما تحرک داشته باشی، بیچاره وایستاده بود و روزس چقدر تلاش میکرد که بهترین خودش رو ارائه بده. چقدر جالب بود، مخصوصا اون موقعی که اون ساندویچ اون کچالو رو چیز میکرد، چقدر جالب بود. من یک ساعت زیر اون لایو بودم و این زاره کشف شما بود اگه اشتباه نکنم. گفتم چقدر خوب خانم الماس الان یه متوجه شده که چقدر حمایت کردن اثر داره، از تریبونی که داره استفاده میکنه، دوستانی که نیاز به حمایت دارن رو حمایت میکنه، بهشون تریبون میده. من الان اون آدم رو دوباره، آره مثلا الان برای من خودم جالبه اگه مثلا یه موقع انرژی مودم آف باشه، میرم این آدم رو پیدا میکنم و میشینم پای لایفش و واقعا فاز عوض میشه. اصلا از تلاش کردنش من لذت میبردم. چقدر این آدم یک ساعت تمام وایستاده بود و امو بچرم ما یک مثال دادم، امو رو من خودم در لایف وقت آوردم که باش مردم بیشتر بکردش آشنا شون. ما گفتم هر چی که میکنه این نفر حداقل دو خو نمیزنه، توهین خو نمیکنه، یک تفری و با دیدن از او هر کسی خندش میه، یعنی هر کسی که جگر خونم باشی رسای کنی خنده میکنی. این ما پوینت برش پوینت مثبت دادم. او بچه که بود بیچاره اول آمد هر چی که کرد دید نشدن، ده هر حالت رو دو زدن، بالاخره تصمیم گرفت که خود یک ربات جور کنه و در مقابل گپای بر مردم کاملا خود ربات جور کرده که اصلا سر ما تاثیر نداره. کسای می پیش ریش میشینه، مادرش خوارش دو میزنه، میگه صدای تا بکش، صدای خدا نمیکش، فقط روز است میگه اون نفر جواب خدا میگیره. یعنی یک اگر از یک نگاه دیگه ببینیم برش، یک کار خوب است که در بین ما در تیک تاک ما باید خود یک روبوت جور کنی، کاملا بهس شوی، گپ مردم کاملا نادیده بگیری، فقط هدف خود تعقیب کنی. یعنی کارش خوب است که کار کرده. ما گفتم هر چی است حداقل ضررش به کس نمیرسه، هر چی که است حداقل خنده میده مردم دیگه. خیلی کمدی بسیار کار پیچیده. الان کمدین های معروف دنیا بسیار آدم های غمگینی هستن، اتفاقا غم و دارن چیزی که باش مشکل دارن رو به شکل کمدی دارن میکنن، یه خنده تلخ، یه خنده تلخ میارن. خیلی کمدی آدم های باهوشی میخواد، ولی ظاهرا بعضی چیزها احساس میکنم خانم الماس برای زمان حال افغانستان نیست. احساس میکنم بعضی چیزها، یعنی این که میگن هر سخن جای هر نکته مکان، بعضی چیزها شاید یا زوده برای افغانستان یا آره شاید احساس کنم بعضی چیزها زود. اون برادرمون یه مقداری زوده برای فضا افغانستان. باید کمدی تعریف بشه تو افغانستان که کمدی چی هست و شاید الان زوده برای خاطر گیم نزدم. یک سوال دیگه هم رضا جان، دوستا بسیار سوال میکنن چون در قسمت هم که مردم اک سلام علشان نشان دادن و من دوست دارم از شما پرسان کنم. موتر ساخت افغانستان همی انتا سیمرغ، این همیره بسیار زیاد دوستا پرسان میگن که چرا در خطر ماندن و چی پلان است دورش میارینش افغانستان یا کمونجا میمانینش یا با کس میتین؟ این همیره کمک واضح تر اگر بگوین، زیاد دوستا از این سوال میکنن. والا این تنویس رو دوست کردیم، دوست هم دارن رضا جان، کلگی اون رو زیاد دوست داره، کرد شکس ها یادگاری گرفت گرفت، میگه ما او رو نمیخوایم که در اونجا باشم. این تنویس رو درست کردیم که این دفعه اون دوستانی که فضا رو مسموم میکنن و بگن اینا گدایگرن یا خیراتخورن یا کلاهبردارن، میخوایم این دفعه اسم فروش بیاد روش که ما بتونیم محصولمون رو بفروشیم. حالا یک طرفه ما با مشتریمون طرف بشیم و دیگه به شخص ثالث هیچ ربطی نداره که بخوان بیان بگن دزدی کردن یا کلاهبرداری کردن، و از محل درآمد این اون 10-12 هزار دلاری که نیاز هست موتر رو بتونیم برگردونیم افغانستان، خط تولید رو هم راه بندازیم، قرعه کشی کنیم و اون موتر رو تحفه بدیم به یکی از هموطنا اونجا بمونه. واقعا جاش خوب نیست، یه دونه پارکینگ عادیه جان.
یعنی که دوباره موتن افغانستان میرین، فقط منتظر هستین کم پول که جمع شوه که تا که به خاطر مصرف انتقال موتر از قطر تا افغانستان بله شوه. بله موتر اونجا نموندن دوست، فقط ای که پول کافی نیست فیلان کور انتقال بتن اونجا موندن تا که پول که از تندیسا به فروش میرسه به دست بیه باز موتر میبرن افغانستان. دقیقا اینطوری هست. انقدر از این دو قطبی بودن من فکر نمی کنم واقعا سر این مسئله موتر دو قطبی شکل بگیره تو افغانستان که مخالف و موافق داشته. من فکر میکردم که ما یه وطنی که همیشه در تمام اون طول حداقل عمر من 32 سالی که یادم میاد ما همیشه تأخیر شدیم، چه از طرف جامعه جهانی چه از طرف همسایه‌ها تأخیر شدیم. من احساس کردم که غرور خیلی برای مردم ما مهم باشه و فکر نمی‌کردم سر مسئله این موتر دو قطبی شکل بگیره و یه سری آدم مخالف داشته باشن. ولی الان کامنت ها رو امشب من فیسبوک، من هیچ من اینستاگرام و این چیزا اصلا در اختیار خودم نیست، در اختیار همکارم هست. امشب فیسبوک رو بهم نشون دادن یک پستی رو یک دوست از این به اسم شریف کریمی، کریم شریفی، یک همچی چیز بالا کرده بودن، چند هزار کامنت خونده بود و رفتم دیدم مثل جنگ فلسطین و اسرائیل شده. کامنت های تقریبا یک صفحه‌ای که مثلا 10 دقیقه فرصت میکنید تا بخونیش، این منفی، دوباره یک کامنت دیگه مثبت، دوباره تبدیل به یک جنگ دو قطبی شده. فکر نمیکردم این اتفاق بیفته ولی متاسفانه شده. یعنی یه موتری، یک افتخاری تو این سطح هم که بیافنی بازم مخالفان خودشو داره و انقدر مخالفاش زیاد هست، انقدر مخالفاتش زیاد هست که میتونه یک همچین جنجالایی رو به پا کنه. اون موقع که اینطوری شد دیگه تصمیم گرفتیم از مردم کمک نخواهیم، نه به خاطر اینکه مردم کمک نکنن، به خاطر اینکه یه سری آدم میان همینو سوء استفاده میکنن، انقدر فضا رو مسموم میکنن، انقدر فضا رو مسموم میکنن که به کام همه تلخ میشه. اگه این موتر نمی بود اصلا این تلخی هم به وجود نمی اومد، یعنی دیگه داشتیم زندگیمونو میکردیم دیگه، دعوایی پیش نمی اومد. الان یه دعوایی درست شده به خاطر این موتر، این فضا رو مسموم کن. من میگم یعنی اگه این موتر نباشه این دعوا هم جمع میشه، سفرش جمع میشه، این شاید به صلاح باشه به خیر باشه. نمیدونم واقعا دوچار یه جور شکست ارزشی شدم تو نظام فکریم که چی درسته چی غلط، واقعا باید چیکار کرد، واقعا باید چیکار کرد. مصلحت مهمه، عدالت مهمه، آینده مهمه، حال مهمه، چی مهم هست؟ یک چیز مهم است که او وقت است که وقت ثابت میسازه که کی چی میکنه. بگذار هر رقم اینا قضاوت میکنن بکنن و روزی که شما کار که کردین یا هدفایی که دارین که دیدن باز من مطمئن استم جواب شک خودشان میگیرن. و یک گپ دیگه هم نگزا جان که اگر بخوای در لایف ما جوین کنی خودت لایف شو بر ما ریکوست روان کن، چون لایف ما دو نفر لایف شدیم گیست کال نیستا. یکی از دوستا بسیار علاقه مند استن، یکی از جمله حمایتگرای شما بودن رضا جان که در گیمای ما حمایت ما میکردن. نگزاد عزیز خودتان لایف شاین بر ما ریکوست روان کنین به خاطر که گیست کال نمیتونم شما را در اینجا اد کنم چون دو نفر هم زمان لایف هستن، نفر سی ما از لایف میتونیم اد کنیم. اگر یک اوکی نشته کنین اگر لایف میشین بدون تصویر یک دقیقه لایف شاین بر ما یک ریکوست روان کنین. و دیگر چی گفتنی من دوستا؟ یک کمی دوستا رو من بالا میخوایم بیارم که بسیار علاقه دارن صحبت کنن. هر کسی که از طرف من میخوای بالا بره بیایه، اول لایف شو و ما باید فرندش باشیم، دوست باشیم که بتونم مرش کنم. باشین ما یک رای دیگه هم هست اگر نه نمیشه منتظر تان باشیم. نگزا جان یا نه میخواین لایف شوین جوین کنین یا چی؟ مالیات چرا برای گمرک قطر باید بدیم؟ من فکر می‌کردم که قطر یک کشور نفتی است و الان فعلا تو فاز سرمایه گذاری است، یعنی بیشتر داره کش برن اوت میکنه، داره پول میسوزونه که کاورج مدیا بگیره. ولی وقتی رفتیم داخل قطر متوجه شدیم که برعکس، اونجا از ریگ هم دارن روغن میکشن. تمام تلاششون هست که از وابستگی به اقتصاد نفتی، اقتصاد تک محصولی خودشون رو نجات بدن، چون خیلی راحت میشه اون تک محصول رو تحریم کرد و نتایج تحریم رو روی کشورهای تک محصولی میبینیم، نمونهش ونزوئلا و نمونهش کشور تو همسایگیمون. خیلی تلاش دارن که اقتصادشون رو متنوع بکنن، از ورزش بگیر تا
صنعت و هنر و همه چیز. خلاصه وقتی رفتم اونجا متوجه شدیم که با یک شرکت طرف نیستیم، یک کمپانی بود آن سایت، کانترکتور ما بود برای ساخت غرفه، وزارت گردشگری قطر بود، نمایشگاه موتر ژنو بود، کاستوم قطر بود و و و و و از همه چیز، از خلاصه از ریگ روغن میکشتم. ما رفتیم اونجا، از دست یکیش خطا بخورد، دست یکی دیگهش بیفت، دست یکی دیگهش بیفت، و در آخر کاستوم قطر دیدیم که اونجا از گیر اونا خلاص شدنی واقعا نیستیم دیگه، من موتر موند متاسفانه. حالا اشکال نداره، همین کمپینمون الهاز خانم الماس، انتظار داشتیم که مثلا این کمپینمون ما چیکار بکنیم برگردیم افغانستان، این ایده ای که اجرایی کردیم الهاز اقتصادی به نظرتون چطور ایده ای هست، میتونه جواب بده یا نه؟ فعلا در افغانستان نیستی مساجن؟ چرا افغانستان هستی؟ به خاطر گفتیم که وقت برگشتیم به افغانستان، من فکر کنم هنوز هم نامدین افغانستان. نه من قابل اختیار خوب است جواب میده، چرا نه؟ اگر به شکل درستش برش بگفتی امیر شور ار بزنس ارتباط مستقیم و کارش به مارکتینگ میگیره، چطور مارکتینگ شوه، چطور در برش گفته شوه، و چطور بتانی که مثلا کس که میخوای بخره اقل بفهمه که چرا خریده میشه، هدفش چی است. یک مارکتینگ درست بر شوه، بازاریابی درست شوه، تنها این نیست که داینده شما چیزای دیگه را مگه جور میکنین یا در سایت از طریق کمپانی تان به فروش میرسانین، مهم بازاریابی درست است و در بارش فهماندن مردم درست است. مارکتینگ درستی انجام بشه، خود ایده به خودی خود، خود ایده ایده بهترین ایده چطوره؟ بهترین است، بله بله، چرا نه. من مطمئن هستم که شاید در شروع یک امک سلو پیش بره، ولی داینده من باور دارم که خوب است. بله ما خودمون فکر کنیم نمودار رشد به این شکل داشته باشه خانم الماس، اگه این شروع باشه یه رشد خوبی داره با طرفدارای چی میگن 6 سیلندر، یه سری طرفدارای ما واقعا 8 سیلندرن، چنانی پشت پروژه ما رو گرفتن، ایده میدن توی واتساپ، ما تقریبا دوست شدیم دیگه، روزی 7 8 دفعه داریم ما هم صحبت میکنیم. یه پیک به این شکلی داشته باشه نمودار رشدمون، بعد این پیک 6 سیلندر رو که رد کردیم یه مقداری افت داره و بعد یه مقداری خطی میشه و بعد دوباره از یه جایی به بعد شروع میکنه رشد، از یه جایی به بعد این رشد نمایی میشه و نمودارش لوگاریتمی میشه. حالا اگه بخوام توصیفی این رو بگم، این تحلیلی بود، توصیفیش به چه شکل میشه با اون طرفدارایی که اون 100 نفر اولی که طرفدار خیلی دادشه ما هستن بتونیم شروع بکنیم و میرسیم به رقم 15000 دلار سود. با اون سوال اینه که ما با اون چی بخریم، کجا سرمایه گذاری کنیم که روند رشدش بسیار چشمگیر باشه، بتونیم اون رو ویدیوشو بگیریم، روی اون کمپین تبلیغاتیمون رو پیش ببریم، نشون بدیم که مثلا ما فلان ماشینری رو آوردیم یا فلان کار رو کردیم که بتونه اون قشر خاکستری، اونایی که هنوز دو به شک هستن که کمک بکنن نکنن، شرکت بکنن نکنن، اون خاکستری ها رو بتونیم با خودمون بگیریم. حالا خاکستری ها که به اضافه شن، از یه جایی به بعد شاید بدخواه ها به این نتیجه برسن که نه خب اینا واقعا متحد هستن به افغانستان، در کنار اینکه متخصص هم هستن، اونا بکشن کنار یه مقداری، اجازه بدن که فضا پاک بشه، اون موقع که مخالفا برن کنار، بعد من احساس کنم دیگه نمودار رشد لوگاریتمی میشه و ما میتونیم انجام بدیم. مسئله اینه که اینجایی که از پیک میفتیم اینجا ما چیز نکنیم، رها نکنیم کار رو، ولی یک مشکلی هست، یک مشکلی هست اینه که اگه ما نتونیم 5000 تا رو کامل بفروشیم و اون پول رو تبدیل به ماشینری بکنیم و پرزه بکنیم بیاریم داخل افغانستان، ولی کار نتونه پیش بره، یا انقدر بگن کلاوردار 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 و یه عده‌ای هم تو داخل منتظر این باشن و بیارن ما رو دستگیر کنن، دستامون رو از اینجا بندازن پایین، اون موقع ما چه کنیم با مردمی که پولشون رو تبدیل به ماشینری کردیم؟ حالا یه سوالی هست توی شرکت، جلسه که با هم میکنیم، که ما این پول رو نگه داریم تا جایی که ببینیم این 5000 تا پره میشه یا شروع کنیم به تولید. این سوالی هست که واقعا جوابش دست هیچ کس نیست. اگه ماشینری بخریم بعدا نتونیم 5000 تا رو بفروشیم، حالا پول مردم رو چجوری پس بدیم؟ اون موقع دیگه واقعا میشیم
کلاهبردار و سر از پل چرخی در میاریم. اگه نکنیم اون موقع نمیتونیم کمپینمون رو رشد بدیم، روش تولید محتوا کنیم. امی کلاهبردار چی مانا میتن؟ مرا کلی مرا میگن کلاهبردار چی مانا میتن؟ میگه ابرزا جان ما در ایران کلان نشدیم نبودیم هیچ وقت، بعضی کلمه ایرانی رو من نمیفهم. کلاهبردار چی مانا یعنی چی؟ والا اینو یک جای شنیده بودم، ولی یادم رفت. مثلا شنیدین میگن شیر آب رو ببند؟ اینو شنیدین؟ شیر نیرام نشدیم. مثلا میگن شما میگین نل آب، یا میگین اون جایی که باز میکنین ازش آب میاد؟ بله بله. چی میگین شما اونو؟ شیر آب، شیردان، شیردان نل میگیم بهش. آفرین، شیردان، شیردان. تو دوره قاجار تو ایران چیزی به اسم شاور وجود نداشته و چیزی به اسم نل آب مثلا وجود نداشته. وقتی یکی از پادشاه‌های دوره قاجار سفری داره به ممالک اروپایی، اونجا یه سری مجسمه‌هایی رو تو سطح شهر می‌بینه، مثلا به شکل شیر، که از دهان این شیر یه دونه نل داخلش بوده، از دهان این شیر آب میومده بیرون. بعدا میان توی کشور خودشون و یه سری شیر سنگی، یه سری مجسمه درست میکنن به عنوان نماد که از دهان این مثلا آب میومده، و از همونجا بعد میگن شیر آب. این کلاهبردار هم یه داستانی مشابه با این داره، ولی متاسفانه من فراموش کردم. حالا این یه داستان مثل این بود. مانایی تنیدم ایتونن در کومنت ها مانایی مختلف نشتن کردن. خب مقصد من قدر به این کلمه ها بزنیم. اینه نمیفهم. مثلا این مدارگری رو من نمیفهمیدم که مدارگری یعنی چی؟ بعدا رفتم پرسان کردم که مداری چیست؟ بعدا متوجه شدم که مداری چیه؟ یعنی صاف منظورشون همون کلاوردار و اسکمر و اینا بوده. گفتم خانتان آقا چه کلاهبرداری، چه کاری کردیم؟ صاف مشخص گفتیم این پول رو میخوایم برای این کار، رفتیم همون کار. یعنی کلاهبرداری در اون صورت بود که ما نمایشگاه مثلا ژنو نمیرفتیم. این در اون صورت. این مداریگری رو تازه فهمیدم که آها این مداریگری یعنی چی. این در صاف مثلا این دومت هست مال فهمیدم که من یه مانایش نشته کردن چی رو میگه. من میفتم کلاهبردار، البته گپ خوب است دیگه، یا کلاهبردار میفتن من خوش میشه. نه تعریف میکنن با خدا من های فایدید تو با ما چند نفرش گفت کلا بردار کتیم. تشکر رزا جان، باور که من نمی فهمیدم چی مانا می نه کلا بردار، کلا بردار تو کلا بردار استی. ما میگم تشکر، البته که آدم خوبه میگه کلا بردار کار خوب است دیگه. کلا برداری یعنی خدمت میکنی. ما فکر میکنم ایمان رو میگه. نه کلا برداری، کلا برداری تو من. یک بار دیگه هم این رو اعلام میکنم، این تندیسی است که برای این دور از کمپینمون فصل تسلیم نشو آماده کردیم. قیمتش 200 دلار آمریکایی است، 5000 تا بیشتر تولید نمیشه. در ازاش ما دو تا دونه معتر قرعه کشی میکنیم و بین دوستانی که این لوگو رو تهیه کردن هدیه میدیم. یکیش همین معتری که توی نمایشگاه ژنو شرکت کرده و یکیش معتری که از دل این خط تولید میاد بیرون. تمام پولی هم که کمک میشه برای این هست که ما اینجا ماشینری وارد کنیم و تولید بکنیم تو افغانستان، هم سوا و هم خرما. هر کسی میخواد تهیه کنه، شماره تلفن تو قسمت کال تیک تاک هست، از اونجا میتونن که ارتباط بگیرن. ممنون، خیلی ممنون. دوست داشت بخره دوستا، و این خریدن خودش حمایت است به خاطر کارهای بدی رضا جان احمدی. کسایی که از طریق گیم حمایتش میکردین میتونین حالا از طریق خرید از امی تندیسا بخرین. دخانی دانبان این گفتار از یک چیز است که یک داستان داره در پشت خود، میتونین نگاهش کنین. اک پایم بسیار خوب داشت داره که تسلیم نشو. شما میتونین که خریداری کنین و با پول از او میتونین که رضا جان حمایت کنین دیگه. خلاص رضا جان، گپ های ما تمام شد. ممنون ممنون. ساعت 3 نصف شب هم شده خانم علوز، با زحمت هم دادیم شما رو. به هر حال فکر کنم هر شب باشیم دیگه، یا اینستاگرام یا این ور یا اون ور. اگه گذری خورد ما گذری خوردیم یه سلام میکنیم. اوکی، من همیشه هستم، چرا نه هر وقت خواست چرا متشکرم. بفرمایید چیزا نفرستادین، مشخصاتتون رو نفرستادین که ما اینجا بنویسیم براتون ارسال بکنیم. فراموش کرد، حتما روان میکنم. تشکر یک جهان دیگه. لایو هم تا ختم میکنم دوست جان، به خاطر که هر چقدر سوال جواب شود گب از گب گب مبرای بس بخیر شونسی بایشه و تانم اونا رو جواب شد دادم، یک بار جواب شد دادم. امیدوارم که سری دوستان جوابشون رو گرفته باشن. یه کم دیگه سعی میکنم که دو سه تای دیگه هم بفروشم بعد حتما.
تعطیلش می کنم. های موفق باشین فعلا و دوستان، من میخوایم برم قربان شما، دلال خیلی بدستم. تشکر، خدا نگه، خدا حافظ. یه بار دیگه شیر بکنین تا برسه به دست دوستانی که شاید دوست داشتن این تندیس رو تهیه بکنن. 5000 زبده چیزی ولی 1 میلیون دلار میشه. 500 هزار دلارش هزینه ساخت همین لوگو هست. 5 لک دلار دیگه صرف ساختن خط تولید میشه. هزینه بره، باور کنید که کار هزینه بری هست. دستاورد ما چی بود تو نمایشگاه؟ یک برند بین المللی شدیم، اسم افغانستان بالا رفت، سرمایه گذار پیدا کردیم آفریقای جنوبی. ولی والا خودت خوشی که ما بریم آفریقای جنوبی معتبر بیگانه بشه، خوشی به همین. ما میتونیم همین فردا این کار رو انجام بدیم، ولی من میگم بان تو برای افغانستان بشه. یه دادم اینجا نوجوانن، امید دارن. خب دوستانی که من یه چند تا پیامو جواب بدم. سلام بدن، خوب هستین؟ بخیر، سلامت. والا ساده صحبت کردن همیشه برام سخت بوده، نمیدونم، خودم احساس کنم دارم ساده توضیح میدم، ولی بازم نتیجه رو که میدم ظاهرا ساده نبوده. خیلی عمالی. من پس از بین همین تصاویر که فرستادین یک شو شعرش انتخاب میکنم، مینویسم و براتون میفرستم. بخیر بشین. قربان شما، بیادر بخیر باشین. والا به مرحله تهمت که میرسه یه مقداری سخت میشه. اگه جواب ندیم سر خودت قبول کرده دی. چون من بهشون میگم من همین لحظه افغانستان هستم، آدرسم مشخص، تلفنم مشخص، شکایت کن، بیادر شکایت کن تا معلوم شه که تهمت نمیزنی. قربانت، بیادر بخیر باشین. تشکر دوستانی که میگم دوستان، از اونجایی که معلوم نیست کی میاد بالا و چی میخواد تو لایومون نشون بده و بعدا چه مشکلی برامون پیش بیاره، از خیرتون از طریق همین کامنت ها پیش بریم. سلام بیادر، خوب هستیم؟ بخیر، سلامت. والا باور بکن که منم دوست دارم میداشتم به همچین طرف داره که انقدر معتقد دوستش داشته، ولی اون روز امروز نیست، اوقات توان نداریم که این کار بکنیم. من راهل پول رو براتون میفرستم، 200 دلار آمریکایی هست، بدبختانه که قیمت هم زیاده. نام خانوادگی، اسم شهری که توش زندگی میکنین، آدرس دقیق و پیامی که میخواین روی لوگو بنویسیم برام بفرستین تا من براتون اوکی بکنم. بله برای هراتم میتونیم براتون بفرستیم، میدیم دست 580 براتون میفرسته، ولی هراتیه که باید بره تحویل بگیره. خیلی میبینه خانه آباد، من راه ارسال پولم براتون بفرستم. خیلی عکس دور بود، من درست متوجه نشدم که کی هست. خواهش میکنم، ساعتت خوب بیادر جان، جونه که جور از خیرتی هست انشالله. روز بخیر گذشت، آرام هستی؟ رضای عزیز، اگر فدات چم قربانت، اگر اجازه باشه ما خودت همراه یک خواهر ما که آمریکا هستن، سالهای زیاد میشه و اونا هم همیشه در عرصه خدمتگذاری برای خانمای افغان فعالیت خاص گوناگون کمک‌های بشر دوستانه داشتن که در رس یک موسم قرار دارن و انشاءالله بیشتر امکانات هم در اون سمت هست. اگر اجازه تان بود ما اونا را بلایفتان بیارم، یک برام روشن معرفی هم شوید، صحبت هم بکنین که جهت همی برنامه تان انشاءالله. الو
البته اینمی دیگه خدمت از دوستای عزیز سینمی حمایت است. اینا رئیس صاحب تشریف آوردن. رئیس صاحب صدای تا پنج میت. اینا لکد دو سه نفر برم خدا کنه صدای میشینده شو. رضا جان عزیز خوش آمدی. ممنون 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 از اینکه وقت گذاشتین تشریف آوردین. سلامت، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ همه چی خوب، همه چی خوب، کاروبار خوب پیش میره، همه چی خوب دیگه. ما ایم و همین کار، این خوب باشه ما حالم خوب. در سلامت باشی رضا جان عزیز، ما معذرت میخوایم که ما چند وقت پیش در کابل یک بار دیدم در گلبار سنتر، اما موقع نشد که بیایم از نزدیک همراهت صحبت کنم. والا خاطرم نیست، بخشش باشه، من تو چهره زیاد خوب نیستم. حتما اگه دیدیم گلبار سنتر کاروبار داریم میریم میان. من بله نه، من خودت دیدم، خودت از دور دیدم اونجا موتر به نمایش مانده بودین، یکم بیروبار رسانه و یا بود دیگه، باز من نخواستم که بیایم مزایم شوم. خب پس سعادتش نبوده. بر ترتیب الان فرصت شده ما در خدمت شما هستیم. رضا جان عزیز، ما ثانیاً برای رئیس صاحبم سلام عرض ادب تقدیم میکنم. جمعی دوستای پای سی لایف هستین، عرض میکنم صحت سلامت باشین. رضای قن شاهزاده بیادر، صاحب شبنم جان نشان، آنچه که پیشتر هم گفتم در رس یک موسیق قرار دارن که از سالهای پیش تا فلعال کمک بشر دوستانشان برای خانمان بی‌بضاعت در افغانستان بوده و هست، هنوز هم ادامه داره و یکی از افتخارات و یکی از گنجینه های ناب در عرصه خدمتگذاری همانند شخصیت نیک خودت در میان ملت افغانستان است و جهت برنامه های که خودت البته روی دست داری، مثلا برنامه که دین شب خودت گفتی یا هم ویدیویی که ترتیب دادی، به می ترتیب اگر ما دست به دست هم داده لااقل بتانیم 20-20 نفر اما 10 نفر هم پیدا بکنیم، کلان گپ هست، انشاءالله خدا بخیر بکنه تا بتانیم که بیشتر خوبتر بخیر موفق شویم. از جهت خود رئیس صاحبم در این مسائل اونه برای خودتان بیشتر واضح و آشکار معلوم است که اگر فکر اندیشه خوبتر دارن اونه میتونن امراشون صحبت بکنین، هر گونه همکاری و برنامه که باشه انشاءالله به اطمینان کامل که وعده همکاری امرایتان انشاءالله که در رسم هم میتونیم امیار استاد است امرایتان. خیر باشین، تشکر. من سراپا گوشم، من گوش میدم. زنده و سلامت باشی رضا جان عزیز. من خود باره کارتان مصطفی جان نمیفهم، من تا هر کار خدمت باشه ما در خدمت هستیم. خودت افتخار ماسی رضا جان. ممنون، متشکر. والا ما یه کمپینی درست کردیم برای فروختن تولید و فروختن 5000 تا دونه از این مرچندایزمون. مرچندایزمون تو شروع برند هست، میخوایم توسعهش بدیم به لایف استایل. لایف استایل دیگه، کیف مردونه، همه چیز، همه چیز با این برند شروع کردیم. 5000 تا دونه از این قیمت $200 آمریکایی قیمت گذاری که کردیم، نصف این مبلغ هزینه تولید و ارسالش هست به اقصی نقاط دنیا، با نصف دیگهش ما ماشینری که کم بود داریم رو وارد میکنیم و پرزجات برای اینکه ما بتونیم مهندسی معکوس کنیم و کم کم تو افغانستان خودمون تولید بکنیم. 30 تاشو تولید کردیم، نزدیک 20 تاش رو فروختیم، ولی با این روند سرعتمون کند هست و ممکنه که هزینه هامون غالب بشه بر درآمدمون و یه مقدار پس بمونیم. حالا سوال این هست که سوال بزرگ این هست که ما باید صبر بکنیم که همه 5000 تا رو بفروشیم بعد کارو شروع بکنیم، یا اینکه 5000 تا رو همینجوری سایمونتینیوسلی هم درآمد کنیم هم تولید کنیم که بتونیم کمپینمون رو ببریم جلو تا بتونیم ریزالت نشون بدیم و اینکام داشته باشیم. این پارادوکسی هست که درگیرش موندیم، اینو باید چی کار بکنیم؟ واقعا هنوزم به جواب مشخص نرسیم، فکر نمی‌کنم جوابم پیش کسی باشه. اگر کمکی میتونیم بکنیم توی این عرصه که ما بتونیم اینا رو بفروشیم توی آمریکا یا جایی که هستیم، این کمک بزرگی ما هست. رضا جان، یا در افغانستان شما تولید میکنین یا بیرون از افغانستان؟ ما داخل افغانستان تولید میکنیم ولی به سراسر دنیا امکان ارسال داریم. خارزا جان، باز من خواهی امرای خودت بر من یک کانتکت بان،
ما حتما امروی خودت با تماس میشم، انشالله در باره خرید و فروش حتما امروی گپ میزنم، اگر بتانم چرا نه، اگر بتانم که ما اینجا به فروش برسانیم در امریکا. شماره تلفن ما تو قسمت کال تیک تاک هست، میترسم الان شماره تلفن رو بگم و اکانت ما رو بند کنه. شماره تلفنمون تو قسمت کال تیک تاک هست، از اونجا میتونید بردارید. بخیر درست جان، حتما ممرای گپ میزنم، چرا نه، چرا ما اینجا بسیار کار بار ما آنلاین است دیگه، اگر بتانیم ممرای خودت کار کنیم بر ما جای افتخار است. خیلی عمالی، سلامت باشی رضا جان قند، همچنان ما هم در خدمت هستم دیگه. مصطفی جان عزیز تشکر بسیار زیاد از اینکه رضا جان من راستی امراشن تال هم کلام نشده بودم. هدف اینمی است که خدا نصیب بکنه دست به دست هم داده لاقل بتانیم که آلای مسلمان خدا خیرش بده، خدا برش عمر عجر دارای نصیب بکنه. اینمه قدر از توانش بود تا اینمی جا آمد، خوب هم شونید از هر گوشه، هر چیز شونید ما راست این شد، هر چیزی که شد بیچاره کار کرد تا اینه میشه خدا رسان با اینه میپیران تنبانش والا بیش قصدی به خدا رضا ما به افتخار بیادرم. همیشه عزت برات نصیب بکنه، آفرین به شهامتت، آفرین به غیرتت، آفرین به وقارت، به حیثیتت برادر بزرگوارم. انشالله خدا نصیب بکنه جهت هر گونه همکاری که ما وعده دادیم برات لاله شیرین، انشالله استاد هستیم، آرام آرام اطلاع رسانی خود شروع میکنیم. بسیاری از کسایی هستن لاله شیرین که مثلا دسترسی دارن اما فرصت و وقتی نمی نیست که مثلا در تیک تاک بیاین باشن دیگه، از جهت ما کوش میکنیم که از اون طریق اطلاع رسانی بکنیم، میرسونیم بیادر جان. این مثلا این خانم شبنم، این ما این او همی پنج داده نفری به می سیستم که پیش برد 200، خب میدانیم سخت است اما 200 ما که افتخار میاره کلان گپ است. لالا شیرین انشالله که همیشه سرت زنده باشه و خداوند زنده داشته باشید. هستیم بیادر جان، هستیم نفس لالا جان، ما هستیم در کنارت، ما هستیم امرایت و همیشه خوش میشیم که جوانای همیشه ما در کنار جوان. تشکر عشق هستین دیگر رضای قند، من از پیشکت اجازه میگیرم، انشالله خدا بخیر بکنه، حتما هستیم انشالله بیدر جان، هستیم نفس لالا. و خانم شبنام انشالله که نمبر واتساپ آقای رضای عزیز در اکانت تیک تاک شان است، اون شما میتونید که از طریق از او بسیم خواهر عشق هستی باوجود. السلام علیکم.